فرض میکنیم که مثلا ما میخواییم به اعتیاد به مواد مخدر رو به عنوان یه معضل ریشه کن کنیم، خب بعد این وسط، خب این در واقع هزاران راه ورود داره به این مسئله و باید یه کار جمعی حاکمیتی بشه، این وسط هیچ اتفاقی نیفته، هیچ کس اصلا توی این قضیه ورود نکنه، از خانواده ها تا حاکمیت همه بیخیال بشن، اون وسط فقط مثلا ما یه بخش اداره مبارزه با مواد مخدر نیروی انتظامی رو که گاهی وقتا میاد و دو سه تا معتاد رو بازداشت میکنه میبره بعد فردا صبح رهاشون میکنه، بیاریم و در مورد این روش مثلا صحبت کنیم. اون چی که به اسم گشم ارشاد اتفاق افتاد، نه از سوی نیروی انتظامی درست اجرا شد. نیروی انتظامی طبق قانون وظیفه داره با جرائم مشهود برخورد کنه، یکی از جرائم مشهود بی‌حجابی است. نیروی انتظامی آیا با بی‌حجابی در واقع برخورد قانونی میکنه؟ خیر، به هیچ عنوان. یعنی نیروی انتظامی برخی از سالها در بعضی از شهرها، اونم در بعضی از میدانها، چند نفر مأمور رو منصوب میکنه و اینا وظیفه دارن که مثلا به یه خانم یا آقای تذکر بدن. اصلا تذکر وظیفه نیروی انتظامی نیست، مثل اینکه مثلا بگیم نیروی انتظامی میاد و به معتادا تذکر میده که دوست عزیز مثلا شما مواد مخدر مصرف نکن. تذکر که وظیفه نیروی انتظامی آیا مسلحه که تذکر بده؟ مثلا مثل اینکه بگیم نیروی انتظامی در خیابونا گشتی رو میذاره تو بعضی از خیابونای تهران، اگه احیانا دزدی رو دید بهش میگه دوست عزیز مثلا بهتره که دزدی نکنی، و اون دوستم میگه، اون دزدم مثلا میگه خب باشه دزدی نمیکنم، بعد تموم میشه. گشت ارشاد اینو نسبتی با وظایف ناجا نداره. قانون میگه اگر کسی مرتکب بی‌حجابی شد باید توسط نیروی انتظامی بازداشت بشه، تحویل دادسرا بشه، براش پرونده تشکیل بشه و محکوم بشه به جرائم، به مجازات های مشخص، 50 ضربه شلاق و مجازات داره. اگر نیروی انتظامی افراد بی‌حجاب رو دستگیر کرد، برد تحویل دادسرا داد، دادسرا پرونده تشکیل داد، مجازات کرد اونها رو، این پروسه اتفاق افتاده. من نمیفهم گشت ارشاد یعنی چی؟ ببینید بحث حجاب یه بُعد انتظامی داره، بله، اما یه بُعد دیگه هم بحث اینه که حاکمیت غفلت نکنه. الان حاکمیت ما سالهاست داره بی‌حجابی رو ترویج میکنه، صدا و سیمای ما حجاب ترویج نمیکنه، بی‌حجابی ترویج میکنه، تبرج رو داره ترویج میکنه. بله اونایی که تو صدا و سیما میان عموما موهاشون پیدا نیست، بدنشون پیدا نیست، اما لباسشون مصداق بی‌حجابی و تبرجه. لباس رنگارنگ مصداق تبرج و بی‌حجابی است. یه زمانی مثلا شما کنید تو یک منطقه از جغرافیای ایران، مثلا 130 سال پیش ما تو مثلا سیستان بلوچستان، نمیدونم در فارس، در اصفهان، در گیلان، در مازندران یه پوشش استانداردی داشتیم، پوشش محلی و سنتی ما. همه زنهای گیلانی، همه زنهای مازندرانی، همه زنهای مثلا کرد، همه زنهای لور، همه زنهای ترکمن لباس استانداردی داشتن که رنگارنگ بود. اونجا اگر یه زن خانمی لباس رنگارنگ می‌پوشید تو چشم نبود، تبرج حساب نمی‌شد، چون همه خانم‌ها اینجور لباس می‌پوشیدن، انگشت‌نما نمی‌شد. اما امروز وقتی تلویزیون مثلا مجریاش میان آرایش کامل دارن و رنگارنگ بازیگرای آموزش لباس می‌پوشن، تبرجه. خب صدا سیما که آموزش نداده بی‌حجابی رو آموزش داده، سینمای ما که بی‌حجابی و بی‌حیایی رو ترویج کرده و همینطور و تئاتر ما و بقیه ارکان. خیلی خوب، اونا کار خودشون انجام ندادن که گفتیم. اما اگر گشت ارشاد رو عرض میکنم رفتار منطبق با قانون نیست. چرا؟ چون قانون میگه نیروی انتظامی که وظیفه تذکر به مجرمین رو نداره که. تذکر به مجرمین وظیفه کیست؟ وظیفه دستگاه فرهنگیه. نیروی انتظامی وظیفه داره متخلف رو دستگیر کنه، ببره تحویل دادگاه، به دادگاه مجازات بشه، قوه قضاییه. این چرخ هست. پس عملا گشت ارشاد صرفاً یه نوع رفع تکلیفیه که دوستان ناجا انجام میدن، صرفا برای اینکه بگن ما انجام دادیم، و خوراک تبلیغاتی فراهم شده برای کسانی که حجاب رو قبول ندارن، کسانی که حکومت دینی رو قبول ندارن، به جای اینکه بگن ما با حکومت دینی مشکل داریم، به گشت حجاب، به گشت ارشاد گیر دادن و اون کینه‌شون از حکومت دینی رو اینجا سر گشت ارشاد خالی میکنن.